از روی ساختار ویروس میشه فهمید که ویروس طبیعیه یا آزمایشگاهی؟ آب نمک یا محلول سرکه آیا میتونن ویروس رو از بین ببرن؟ اینا سوالهایی که شما برای ما فرستادید. از این فرصت استفاده کنین و سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام @BBC شما برای ما بفرستید تا مهمونای متخصص برنامه مستقیم جواب پرسشاتون رو بدن. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز سوالات شما رو مجدد از دکتر گودرز دانایی میپرسیم، متخصص همگی شناسی از دانشگاه هاروارد. خیلی ممنون از وقتتون. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. مهدی سوال کرده که اخیراً زیاد شنیده میشه که ویروس کووید 19 یک ویروس آزمایشگاهیه و به صورت تصادفی از آزمایشگاهی در ووهان خارج شده. آیا از روی ساختار ویروس میشه فهمید که این ویروس طبیعیه یا آزمایشگاهی؟ چیزی که ما در مورد ساختار ویروس میدونیم این هستش که از همون هفته های اول پندمیک در واقع آزمایشگاه چین کل ژنتیک ویروس رو در واقع کد کردن و در اختیار گذاشتن برای تحقیق و برای تولید دارو و واکسن، و ساختار ژنتیک این ویروس 96% تشابه داره با ویروس مشابهی که در خفاش ها در همون استان چین وجود داره. اون بازار گوشت حیوانات وحشی هم که این انتقال از حیوان به انسان اونجا انجام شده بود مشخص هست و بنابراین هیچ به نظر من شواهدی وجود نداره که این یک ویروس آزمایشگاهی بوده باشه. آرش سوال کرده اگر با شخصی که 40 روز پیش مبتلا به کرونا بوده و الان حالش خوب شده دست بدیم، آیا باز هم امکان انتقال بیماری وجود داره؟ تقریبا خیر. حتی در میان کارکنان بخش‌های بهداشتی که الان خب خیلی حضورشون مهم هست و باید سر کار برگردن، 2 هفته خیلی از مراکز از شروع علائم بیماری بهشون فرصت میدن و بعد از اون اگر تستشون منفی بود دوباره تست میکنن، تست ویروسی که خب کاملا بهشون در واقع کلیرشون میکنن که برگردن به سر کارهاشون، و اگر در این صورت دوره کمی بیشتر از 2 هفته کافی است. 40 روز کاملا باید کافی باشه برای این. محمد پرسیده مادر من 35 سالشه و تیروئید کمکار داره، آیا این برای کرونا خطرناکه؟ خیر، کمکاری تیروئید جز اون لیست بیماری هایی که ریسک مورد شدید بیماری رو زیاد میکنن نیست. تنها کاری که باید بکنن این هستش که در تماس باشن با دکترشون طبق معمول و در واقع تنظیم تیروئیدشون رو تو این دورانی که مراقبت های معمولی پزشکی مقداری کم راحت‌تر نیست، سخت‌تر شده گرفتنش، حواسشون باشه که کمکاری تیروئیدشون بدتر نشه، ولی نگران در واقع تعامل اون با کووید 19 لازم نیست باشن. فریدون سوال کرده که آب نمک، محلول سرکه و نور خورشید آیا اثری در ضدعفونی ویروس کرونا دارند؟ خیر، متأسفانه هیچ کدوم نه. آب نمک چون ضرری نداره، اگر خیلی راحتی خیال بهشون میده و اعصابشون رو آروم‌تر میکنه، میتونن قرقره بکنن، شاید یه مقداری پیشگیری از سایر بیماری‌ها بکنه. سرکه نه، و نور خورشید چون حرارت کافی ایجاد نمیکنه برای از بین بردن ویروس، اون هم جوابش منفی است. اشعه فرابنفشش چطور؟ اشعه فرابنفش خورشید در اون شدتی که بنز کافی لازم باشه نیست که در شرایط معمول بتونه این کار رو بکنه. این اشعه اگر به صورت مصنوعی در دستگاهی تولید بشه که دستگاهی هست و در بیمارستان استفاده میشه، نوع UVC هست و اصلا در اختیار ملت عامه نیست و نباید هم باشه، برای اینکه خطرناک است، ممکنه سوختگی با اشعه مقر بنفش ایجاد بکنه. اون دستگاه بیمارستانی بحثشون جداست، ولی اشعه خورشید در طی روزمره باعث ضدعفونی شدن ویروس نمیشه. بیشتر باید رو همون فاصله 3-4 روز در واقع ما کار بکنیم که اگر چیزی فکر میکنیم آلوده شده 3-4 روز بهش دست نزنیم، از کنار بگذاریمش و بعداً ممکنه در واقع بیشتر تعداد ویروس هایی که اونجا هستن از بین رفتن. یکی از مخاطبا پرسیده اگر ویروس به صورت اتفاقی همراه وسیله به داخل یخچال بره چقدر طول میکشه تا از بین بره؟ همسر من از این بابت شدیداً در عذابه. همون دوره 3-4 روز این ویروس ها به حرارت بیشتر حساسن تا به سرما، و در نتیجه اگر فرض کنیم که ویروسی در داخل یخچال وجود داره میشه 3-4 روز روی دوام آوردنش حساب کرد. یه چیزی که باید خیلی بهش توجه بکنیم این هستش که یک ویروس به تنهایی پارتیکل ویروسی ممکنه باعث عفونت و ایجاد بیماری در بدن نشه. اینها همیشه یک دوز مینیمومی داریم، کما اینکه در آب آشامیدنی که ما مصرف میکنیم همیشه یه تعدادی باکتری هست، ولی مهم این است که تعدادش چقدر باشه و تعدادش از یه حدی بالاتر باشه که باعث بیماری زایی باشه. به خاطر همین غذایی که ما توی یخچال میذاریم اگه 1 یا 2 تا ماده ویروسی روشون باشه، احتمال اینکه ما دستمون رو بزنیم به اون و دستمون رو بعدا بزنیم به چشممون یا دهانمون نشسته باشیم
همه در واقع توصیه های اصلی که همون شستن دست ها و دست نزدن به دهان و بینی رو بذاریم کنار، خون وقت باعث آلودگی ممکن است بشه ولی احتمالش خیلی خیلی کمه. میسم سوال کرده گوشت و مرغ رو چطوری ضدعفونی کنیم و داخل فریزر بذاریم؟ چه کار کنیم که ویروس احتمالی از این گوشت و مرغ به بقیه مواد داخل فریزر منتقل نشه؟ اصلا احتیاجی به این کار نیست، به خاطر اینکه ما گوشت و مرغ رو همیشه میپزیم و میخوریم و در جریان پخت ویروس ها از بین میرن. چیزی که مهم هست این هستش که اون کسی که گوشت و مرغ رو آماده میکنه برای پخت خامش داره دست میزنه، حالا از فریزر یا از یخچال یا مستقیم از بازار، حتما بلافاصله بعدش دستش رو حداقل 20 ثانیه با آب گرم و صابون بشوره. اون گوشت و مرغی که داخل حالا قابلمه یا فر یا هر جای دیگری هست یا روی گاز پخت میشه، همیشه حرارتش معمول به اندازه کافی بالا میره که دیگه ویروس های توش کشته بشن، اگر ویروسی توش وجود داشته باشه. آقای یا خانم موحدی پرسیدن آیا حرارت دادن به ماسک با سشوار اون رو ضدعفونی میکنه، چون مجبوریم از یک ماسک چند بار استفاده کنیم؟ حرارت دادن بله، ولی سشوار احتمالاً وسیله مناسبی برای این کار نیست. بهتر هست اگر مجبورن از ماسک چند بار استفاده بکنن، که خب ما ترجیح میدیم نکنیم، اگر میخواد با حرارت این کار رو بکنن دو راه براش وجود داره. یکی این که لازم است حدود نیم ساعت در 70 درجه سانتیگراد توی فر بگذارن ماسکاشون رو، و این باعث میشه که اگر ویروسی روی ماسک نشسته باشه از بین بره. یه راه دیگه که خب یکم سریع‌تر هست، 10 دقیقه روی بخار آب جوش هم اگر ماسک رو بگذارن ویروس ها رو از بین میبره، که خب طبیعتاً بعدش باید خشکش بکنن قبل از اینکه استفاده ازش بکنن. چیزی که باید در مورد ماسک توجه بشه این هستش که اون ساختار ماسک باید حفظ بشه. اگر سوراخ‌های داخلش باشه یا اگر سطح ماسک واقعاً دیگه کثیف شده باشه، اون ماسک رو باید حتماً دور انداخت و از یه ماسک جدید بعد استفاده کرد. خیلی ممنون دکتر دانایی. شما هم سوالات خودتون رو به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما بفرستید. هشتگ از ما بپرس یادتون نره.